ثنا و حمد بی پایان خدا را که لطفش در وجود آورد ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. با نام و یاد خدایی که یادش آرام بخش دلهای ماست. عرض سلام و ارادت خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و هموطنانی که همیشه بیننده برنامه عارفانه هستیم. خیلی خوشحال هستیم که با یک برنامه دیگه عارفانه در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. خداوند متعال را از این نعمت بزرگ سپاسگزار هستیم که توفیق خدمتگزاری شما را داریم با پیشکش برنامه عارفانه با موضوعات دینی و مطالبی که انشالله به درد همه ما خواهد خورد، مطالبی که باعث اصلاح روش ما در زندگی به خصوص در ارتباط ما با خداوند و بندگان او خواهد شد انشاءالله. خیلی خوشحال هستیم از این بابت که باز هم با شما همراه هستیم. قرار است در برنامه امروز با حضور کارشناس عزیز و گرامی، کارشناس محترم امور دینی، سرور گرامی جناب حاج آقای احمدی در خدمت شما باشیم با موضوع بسیار بسیار مهم تحت عنوان جهاد با نفس. خدمت شما حاج آقای احمدی عرض سلام داریم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله الطاهرین. بنده هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض و سلام و احترام داریم در خدمت شما هستیم. بسیار زیاد تشکر میکنیم از حضور ارزشمند شما در برنامه امروز عارفانه. خدمت بینندگان عزیز عنوان مطرح کردیم، موضوعی که در دین اسلام جایگاه ویژه‌ای داره حقیقتاً و از جمله واجبات بسیار ضروری و مهمی است که باید بیشتر امروش آشنا شیم و ببینیم که در دین ما چه جایگاهی داره. جهاد با نفس، بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که جهاد با نفس یکی از وظایفی هست که علمای اخلاق، ائمه معصومین و انبیای الهی تأکید کرده، همان گونه که آیات قرآنی تصریح داره از جمله اهداف انبیا را تزکیه نفس و طهارت انسان ها و پاکیزه یافتن انسان ها معرفی نموده. بله. که در ادبیات دینی تحت عنوان جهاد با نفس مطرح شده. درست. خوبه که ما در اول یک توضیح راجع به این مفهوم و این واژه بدیم که انشالله بیشتر بتونیم مباحث دیگیش را هم مطرح کنیم. بسیار. همان گونه که مستحضر هستید، جهاد از جهده گرفته شده. بله. فعل جهده به معنای تلاش و کوشش هست و هر تلاش و کوشش که انسان انجام میده در واقع مفهوم اون جهاد یا اون جهد و کوشش را معنا پیدا میکنه و عینیت میده. اما آنچه که در اینجا مطرح هست جهاد با نفس یا به صورت کلی غلبه یا برداشت عمومی امروز از خیلی ها این شده که وقتی کلمه جهاد مطرح میشه گفته میشه بیشتر همین مبارزه و جنگ در برابر کفار عینیت پیدا میکنه و به ذهنش میرسه، در حالی که این یکی از مصادیق یا یکی از موضوعات فرعی دین هست که در مباحث دینی مطرح هست. درست. اما آنگونه که مطرح شد جهاد یکی از ابعاد مهمش جهاد با نفسه. بله. و این که انسان در راه اصلاح نفسش و حفظ و نگهداری نفسش از انحرافات و از پلیدی ها خودداری کنه و خودش را نگه داره، این هم از مصادیق جهاد و همون تلاش و کوشش هست که بیشتر در منابع دینی روی این بحث تأکید شده. یک بله. بخشش اون جهاد هست، چنانچه از روایتی که در از پیامبر گرامی اسلام در روایتی که مطرح شده که اون حضرت وقتی عده‌ای از مسلمان ها وقتی به جبهه جنگ رفته بودن از وی شرکت نمودند و از اونجا برگشتن. بله. پیامبر گرامی اسلام اشاره فرمودن و به اینا به اصطلاح خسته نباشید گفتن که موفق شدید، از این جهاد برگشتید و برایشان آرزوی موفقیت نمود در جهاد اکبر. عجب. که بعد اصحاب و یاران حضرت سوال کردن که این جهادی که ما رفتیم در راه خدا به هر حال در میدان جنگ مبارزه کردیم و جنگیدیم، این جهاد اصغر هست، اون جهاد اکبر چی هست؟ که حضرت فرمودن که جهاد اکبر این است که شما برای اصلاح نفس خود، برای پاکیزگی
باطن و سرشت خود و اون تینت خود تلاش کوشش کنید و این جهاد اکبر است که مبارزه با نفس بکنید و در میدان خودسازی موفق شوید و مهمترین عرصه جهاد حقیقتا همین جهاد هست که معنای اون تلاش و کوشش و اون جهد و ریاضت و هر اصطلاح دیگه ای که به کار بگیریم عمدتا در این عرصه اون معنا و مفهومش بیشتر واضح و روشن میشه. شاید آقا یک تفاوت خیلی عمده ای که وجود داره بین اون جهادی که به هر حال به معنای مبارزه با شرک و کفر این هاست یا در مقابل دشمنانی هست که حمله کردن به انسان، که حالا جهاد ابتدایی اگر باشه قطعا باید به امر امام معصوم علیه السلام باشه، خب یعنی یک امر دائمی نیست بلکه زمان خاصی داره و آن هم با امر امام علیه السلام وجوبش برقرار میشه. اما جهاد با نفس امری دائمی، یعنی از لحظه که انسان به سن تکلیف میرسه تا لحظه آخر حیات خودش باید دائما در مبارزه با نفس خودش باشه. حالا سوالی که مطرح میشه جایی است که این نفس انسان مگر چیست که باید با او جهاد کرد؟ یعنی آنقدر دشمن خطرناک هست که در اسلام واجب شده با این نفس جهاد و مبارزه کرد؟ خوبه که در اینجا ما یک توضیح در این خصوص ارائه بکنیم و او این که اصلا خصوصیت و ویژگی که انسان داره، یکی از اون خصوصیاتی که برایش مطرح شده تحت عنوان نفسه. نفس، بله. حالا تعریفی که از نفس میشه، خب تعریف‌های مختلف و گوناگونی تعریف شده و اقسام هم برای ذکر کرده، نفس لوامه و نفس اماره. قبل از آنی که ما یه تقسیم بندی رو بیان بکنیم و بخوایم او اصل خود تعریف بکنیم، اصل خود معنا و مفهوم نفس و حقیقت نفس را، اشاره‌ای به این نکته بکنیم که اصلا انسان، خداوند وقتی انسان آفرید یک ویژگی و یک خصلت و یک خصوصیت در انسان قرار داده و نهفته و یک زمینه و یک بستر را که در اون زمینه و بستر چی چیزی پرورش پیدا بکنه یا به چی جهتی به کدام سمت و سوی ای جهت داده شد و حرکت کنه. درست. اگر قبل از یک مثال بزنیم، اگر یک زمینی آماده ای باشد، یک زمینی باشد که یک زارع بخواد، یک کشاورز، یک دهقانی در اونجا زرع کنه، نیاز به این داره که خب اون چگونه آماده کنه، در چه فصلی و چه بذری و چگونه بکاره. درسته. این استعداد و این نیرو و این توان در وجود انسان خداوند قرار داده. در حقیقت یک استعداد، یک ظرفیت، یک زمینه است که میشه این ظرفیت و این توان به سمت خوبی حرکت کنه، جهت داده شود، یا به سمت بدی. بله. و این خصوصیت در حقیقت همیشه ما اگر تعبیر بکنیم از این خصوصیت، همون نفسه، یعنی به صورت مطلقش. بله. اما این که در اینجا این ظرفیتی که میتونه عقل انسان مدیریت او رو به دست بگیره، که اگر عقل مدیریتش به دست گرفت، جهت دهیش توسط عقل بود، بله، انسان به سمت سعادت و کمال و فلاح و رستگاری حرکت خواهد کرد. بله. اما اگر همین ویژگی و همین خصوصیت را در انسان تمنیات نفسانی که از او به عنوان شهوت و غضب، بله، و چیزهای دیگه یاد میشه که نقطه مقابل عقله، بله، ای به اصطلاح در کنترل خود گرفت و او جهت دهی کرد و کشان به او سمتی که او میخواهد، طبیعتا مسیر انسان به سوی شقاوت و زلالت و گمراهی خواهد بود. بله، خیلی زیبا فرمودین. یعنی در واقع در وجود ما همیشه یک کشاکش درونی و یک مبارزه هست که بین عقل و نفس هست. و نکته جالبه که حالا به فرمایشات اصلی اضافه بکنم، واقعا این است که خود عقل به اصطلاح از عقل گرفته شده دیگه، یعنی افسار، به این معنا که عقل باید افسار بزنه و نفس انسان و تحت کنترل خودش در بیاره، عقل به اصطلاح نفس را، تا اینکه انسان همونطور که فرمودین به سمت سعادت حرکت بکنه. خب در بخش بعدی بینندگان عزیز باز می‌گردیم و ادامه گفتگوی خودمان را در رابطه با بحث جهاد با نفس تقدیم شما خواهیم کرد. حدیث بسیار زیبا مرتبط با این موضوع آماده نشر است که به اتفاق تن می‌بینیم. از کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام استفاده بردیم در ادامه این بحث که به نظر میاد بسیار بحث مهمی است و جایگاه بسیار با اهمیت داره در بحث
بندگی خداوند و اصلاح طریق بندگی که جهاد با نفس باشه، باید بیشتر توجه بکنیم به هدایاتی که از ناحیه معصومین علیه السلام رسیده. در خدمت آقای احمدی هستیم، ما می‌خوایم بیشتر در رابطه با ویژگی‌های نفس انسان که باید با او به جهاد و مبارزه پرداخت بشنویم. آقا در خدمتتون هستیم. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند که معرفت النفس انفع المعارف، کسی که شناختی از نفسش پیدا کنه نافع‌ترین شناخت یا معرفت رو پیدا کرده. بله. در ادامه عرض کنم که همون گونه که جناب علی سوال کردید، چی شد که این جهاد با نفس جهاد اکبر شمرده شده و جهاد در میدان مبارزه با کفار و دشمنان جهاد اصغر؟ بله. یکی از مباحثی که مطرح هست همیشه اینه که خب طبیعتاً جهاد در میدان جنگ و مبارزه با دشمن و کافر، بله، طبیعتاً تحت یک شرایط خاصی بر اساس فقهی اونجا مجوزش، بله، داده میشه. نکته ای که در اینجا هست اینه که حفظ جان همیشه لازم و واجب هست. بله. شاید یکی از ابعادی که در اینجا مد نظر هست اینه که در میدان مبارزه و جنگ دشمن آشکاره، ظاهر پیدایه، اما در جهاد با نفس دشمن پنهانه، دشمن آشکار نیست. بله. انسان دشمن رو نمیبینه و مترصد این باشد که از هر جای ممکنه ضربه بزنه. به همین جهت مراقبتش خیلی شدیدتر هست، سخت‌تر هست واقعا. بله. و خطرش هم یقیناً از اون میدان خطرش بیشتر و افزونتر خواهد بود. حسن هم میتونه. بله. هم پنهان هست، هم همیشگی هست و هم خطرناکتر. کافیه که خدای نکرده انسان غفلت کنه. بله. با کمترین غفلت خسرت دنیا و الاخره شد. بله. این هر عاقل از آقایی در میابه که وقتی یک دشمن بسیار خطرناک باشه، به خصوص به قول حضرت علی پنهانی باشه، انسان بیشتر باید مراقبت بکنه و از غفلت دوری بکنه. به همین جهت است که جهاد با نفس از درجه اهمیت و اولویت بالایی نسبت به جهاد در میدان مبارزه با دشمن شناخته شده، که هم خطرش زیاد هست، خسران جبران ناپذیر هست، و همین که این دشمن وسیع هست، میدانش وسیع هست، ابزار و وسایل ضربه زنندش زیاد هست. بنابراین علمای اخلاق، ائمه معصومین و انبیای الهی بسیار تأکید کرده. جالب اینجاست که خداوند متعال تقریبا در 5 آیه بحث تزکیه نفس و تعلیم را مطرح کرده. 4 آیه ظاهرن. در این 4 آیه 3 آیش اول بحث تزکیه را مطرح کرده، بعد تعلیم را. یعنی اولویت اصلاح نفس بر تعلیم تقریبا. حالا مثلا البته دیدگاه های مختلف و متفاوتی مطرح کردن. بعضی ها گفتن تا تعلیم نباشد تزکیه از کجا ایجاد میشه. بعضی ها آمدن سلسله مراتبی تعریف کردن که بعضی از مراحل تزکیه مقدمی بر تعلیم هست و بعضی از مراحل تزکیه هم بعد از تعلیم. حالا نمیخوایم روی این بحث وارد شویم و فرصتی نیست انشالله در یک فرصتایی که فراهم شود حتما خدمت مندگان عزیز خواهیم بود. سلامت باشین. و این نکته عرض بکنم، از اونجا که خب نور علم است و ظرفی که باید این نور علم درش قرار بگیره باید متناسب با به اصطلاح مظروف باشه، خب قاعدتا ابتدا از تزکیه نفس به عنوان اینکه آدم ظرف آماده بکنه برای اون مظروف بسیار نورانی که علم باشه، شاید اولویت داشته باشه. دقیقاً یکی از نکته هایی که مفسرین در ذیل تفسیر این آیات مطرح کرده همینه که درست. وقتی ما اون علم را بیاموزیم، یک چیز زیبایی را شما وقتی میخواهید در یک جایی بگذاری، درست، اگر ظرف نازیبا باشد طبیعتاً تأثیر میگذارد. بنابراین گفتن زمینه و شرط اول این هست که ما اون زمینه و اون بستر فراهم شود تا اینکه اون علم در اونجا رشد پیدا کند، درخشش پیدا بکنه. در آیات متعدد روی این بحث تأکید شده. خداوند از جمله اهداف رسالت را و وظایف انبیا را تزکیه نفوس انسان ها مطرح میکنه. و حقیقتا انسان اگر به سعادت و رستگاری برسه از طریق تزکیه نفسه. به عبارت دیگر
رسیدن به سعادت و رستگاری در گروه تزکیه نفسه. بسیار. و هر آن کس که واقعا نفس خود را پاک کرد، هر آن کس که تزکیه نفس پیدا کرد، به سعادت و رستگاری رسید. من زکاها. بله. و هر کسی که خدایی نکرده از این دوری کرد، غفلت کرد، طبیعتا دچار خسران و زیان گردید. آیات متعدد در قرآن هست در مورد اهمیتش، اگر همین یک بیان قرآنی بود کافی بود، در حالی که ما آیات متعدد داریم که در سوره و شمس و ضحاها تقریبا 11 تا سوگند خداوند یاد میکنه و به دنبال این 11 تا سوگند میفرمایند قد افلح من زکاها، یعنی به تحقیق به درستی که کسانی به سعادت و رستگاری رسیدن که تزکیه نفس داشتن و تزکیه نفس کردن. بنابراین از آجا میکنم آیه بعدش هم خیلی جالبه، وقت خوابه، وقت خواب من دستا، اینم معنا بفرمید خیلی. و طبیعتاً کسانی که از اون طرفش رستگار کسانی شدن که تزکیه نفس پیدا کردن. حالا اصلا میگم تزکیه نفس هم در سایه همین جهاد با نفس. بله بله دیگه، طبیعتاً یعنی جهاد با نفس محصولش اون خروجیش یه تزکیه نفسه. بله. و قد خواب من دستاها، و کسی هم که تزکیه نفس انجام نداد دچار خبط عمل خسران و زیان گردیدن. بله. بنابراین خود این که قرآن با این بیان که بعد از سوگندهای متعدد بله میخوای یک نکته ای را بیان بکنه، بیانگر این هست که سعادت انسان در گروه این است که انسان این مسیر را بپیمایه. همونطوری که عرض کردیم به اصطلاح همون تعبیری که جناب عالی فرمودید از تعریف عقل بهم. یعنی مهار این خصوصیت و این ویژگی که در وجود انسان هست در اختیار عقل قرار داده شده که انسان به سمت عقل حرکت کنه. حالا عواملی که در اینجا کمک میکنه انسان را یاری میرسونه که انسان در اون مسیر قدم برداره، انشاءالله در فرصتهایی که فراهم شده حتما خدمت شما و بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. اما نکته ای که در اینجا هست که باید به او بیشتر توجه بکنیم، اصل اهمیت همین توجهی به این بعد وجودی انسان هست که انسان توجه بکنه که ما نیاز به این داریم که به هر حال یک مراقبتی از خود، یک محاسبه از خود داشته باشیم. آجا از خواهی میکنم، من هر جا مصادیق قرآنی در ذهن میایه جسارتاً عرض میکنم تا انشاءالله بتونیم شرح توضیح این کلمات را از حضرت علی بشنیم. در قرآن کریم آیه شریفه است میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این معنای این جمله قرآنی اگر لطف کنید شرح بدین چون مطابق اون فرمایش هست دلیل. بله. خب همینه که ما عرض کردیم، البته خب ما در آیات متعدد قرآن داریم که بله. از نفس و واژه نفس استفاده شده و به کار برده. بله. و طبیعتا در جاهای مختلف میتونیم ما معانی مختلف، یعنی اقسام مختلف نفس را برای او معنا و مصداقش بیان کنیم. یک جایی مثلا فرمود نفس اماره. خواهش میکنم، میخواستم این عرض بکنم بله. در این آیه شریفه بعد از اینکه خداوند متعال مؤمنان را مورد خطاب قرار میده، یک دستور میده بله. بر شما باد به نفستان. درست. ولی شرح و بیانش میخواستیم بشنویم. همینه که در حقیقت توجهی به این میده که یعنی ارجاع میده انسان را به نفس خودش که باید مراقب و مواظب این باشد که یک چنین خصوصیتی در شما هست و تابع پیرو اون نفس اماره خود نشوید و این استعداد را در اختیار عقل قرار بدهید. بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. بینندگان ارجمند از شما درخواست میکنیم با ما همراه باشین، یک میان برنامه دیگر آماده نشر است و بعد از او انشاءالله باز هم پای صحبت‌های آقای احمدی خواهیم نشست. از مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن اعدا عدو که نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو همان نفسی است که بین دو پهلوی توست. بحث امروز ما در برنامه عارفانه وجوب جهاد با نفس و لزوم و اهمیت این موضوع هست و همطور که آقا فرمودن همه سعادت ها در گروی است که انسان با هواها و خواستهای نفس خودش مبارزه بکنه. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو را با ما همراه باشید. حضور در خدمت شما هستیم و در ادامه صحبت از تالی ویژگی های این نفس و
بر حال برای اینکه ما بتونیم با یک دشمنی مبارزه بکنیم لازم است که ما بشناسیم، یعنی دشمن شناسی مقدمه بر مبارزه با دشمن هست. لذا می‌خوایم که بیشتر ویژگی های نفس رو بیان بفرمایید. عرض کنم که همون گونه که مطرح شد، این خصوصیتی که در وجود انسان هست به اصطلاح یک زمینه و یک فرصتی که یک استعدادی که در وجود انسان هست که میتونه این عقل مهار کنه به سمت حرکت بده، جهت بده که منتهی به سعادت انسان شوه و میتونه شهوت و غضب و بخل و حسد و کینه و اون چیزهایی که در وجود انسان هست، طبیعتاً آیاتی که در قرآن هست مثل اون آیه‌ای که در قبل شما اشاره فرمودید که علیکم به انفسکم، یا روایتی که از امیرالمؤمنین اشاره فرمودید، بیان فرمودید که اشاره میکنه که دشمن شما همون نفس شما هست. بله. خوبه که ما اینجا یک بیانی از انواع نفس داشته باشیم که در اینجا کمک میکنه که ما بیشتر این ویژگی یا این خصوصیتی که در وجود همه انسان هاست را بشناسیم. عمدتاً دو نوع نفس را مطرح کردن، یک نفس لوامه و یک نفس اماره. اون خصوصیتی که عرض کردیم که در وجود انسان هست، اگر عقل انسان مهاری را به دست گرفت، بله، طبیعتاً انسان یک خصوصیتی در او ایجاد بشه به دنبالش، یعنی وقتی انسان این حالت ایجاد شد و دنبال خصوصیت، یک خصوصیات دیگری در انسان ایجاد میشه و او اینه که انسان هر کاری را که میخوای انجام بده، هر رفتاری که از او سر میزنه، در واقع خود این نفس یک حالت پرسشگری ایجاد میکنه. بله. یک بسیاره. حالت محاسبه و سنجش که کار خوبه یا بد، یعنی فورا اگر احیانا این کار بد باشد برخلاف اون مسیری باشد که عقل انسان به او جهت میده. بله. اینجا شروع میکنه به ملامت کردن، سرزنش کردن، به گونه‌ای که انسان را از درون موعظه میکنه، نصیحت میکنه، محکمه میکنه، در واقع یک محکمه ای هست. بله. بر اساس همون روایت که باز از موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام هست، ظاهرا که هر خداوند دو نوع حجت داره، یک حجت ظاهری و یک حجت باطنی، که در اینجا این ویژگی که در وجود انسان هست و این حالتی که برای انسان به کمک عقل برای نفس انسان ایجاد میشه که اگر خدای نکرده رفتار نادرستی از او سر زد، در واقع در پای محاکمه میکشانه. بله. و او را مورد بازخواست و ارزیابی قرار میده با این هدف که کنترل کنه این نفس را، مهار کنه و از رفتن در مسیر انحرافی جلوگیری کنه. این رو میگه همون نفس لوامه. یک نفس هم نفس اماره است. نفس اماره بیشتر متأثر از اون نقطه مقابل عقله. بله. وقتی نفس انسان در مهار عقل نبود، درست، ممکنه غضب بر او غلبه کنه، شهوت بر او غلبه کنه، حسد بر او غلبه کنه و خصوصیات منفیاتی که در وجود انسان ها احیانا هست و اینا هرچه مجال و فرصت برای خودنمایی برایش فراهم شد، طبیعتاً بزرگتر میشه و دامنه قدرت و سیطره‌اش همچی بیشتر. و این نفس، نفس اماره هست که در هر کاری به جای این که انسان به سمت خوبی، بله، جهت بده، حرکت بده، انگیزه ایجاد بکنه، اون سمت مخالفش، اون جهت منفی رو برای انسان بیشتر جذاب میکنه و انسان بیشتر تحریک میکنه که به این سمت کشانده شه و انسان از اون مسیر اصلی و حقیقیش حقیقتاً دور شه. دور بشه. استفاده که از فرمایشات از تالی کردم، و بنده با یک تعبیر دیگه میخوام عرض بکنم، اگر درست هست تایید بفرمایید. در حقیقت ما میخوایم بگیم که انسان وقتی در مسیر تربیت نفس، مبارزه با نفس قرار میگیره، حالت اولیه نفس انسان که هنوز تربیت نشده و هنوز تحت حکومت عقل در نیامده، همون اماره بودنش به سمت بدی هاست، ان النفس لامارتون به سو. اما زمانی که ما در پرتو پیروی از مکتب انبیاء علیه السلام که به آمدن و ندای تزکیه نفس دادن و معلم تزکیه نفس ما هستند، اگر در سایه این رهنمودهای انبیاء علیهم السلام بیاییم و نفس در مسیر تربیت قرارش بده، میرسیم به نفس لوامه که خب همونطور که فرمودین نشانه این که تحت سیطره عقل در آمده نفس اینمی است که آدم وقتی کار بد میکنه خودش سرزنش میکنه از درون و محکمه میکنه که چرا هم چه کار بدی رو انجام دادی. و حالا اگه دارم بنده اضافه بکنم با اجازه شما، اگر ما همین مسیر تربیت رو ادامه بدیم،
یعنی در پرتو هدایات الهی و انبیاء الهی ما نفس خود را تزکیه کرده بریم و تربیتش بکنیم، میرسیم به مقام نفس مطمئنه. که حالا میخوایم این جایگاه خودتون بیشتر توضیح بفهمید تا روشن بشه قضیه. طبیعتا انسان در یک مرحله هست که یعنی امکان غلبه هر یک از دو جنبه ها در وجود انسان هست. درسته. یعنی انسان مثل شما اگر مثال بزنیم، یک ورزشکاری که هنوز اون در ورزش اون پختگی و اون توانا و نایی و اون زوری کافی رو پیدا نکرده، بله، طبیعتا در هر میدان مبارزه و مسابقه ممکن هست که شکست بخوره. یعنی این توانایی رو وقتی کسب نکرده باشد، حریف توانمندتر از او باشد، احتمال شکست در هر زمانه هست. با کمترین غفلت ممکنه چی؟ دچار شکست شود. بله. اما بر اثر تمرین های مداوم و مستمر و دوامدار و بهره گرفتن از توانایی های دیگر، به این توانایی در یک مرحله ای میرسه که میتونه خود را به هر حال اطمینانی برایش ایجاد بشه که حداقل در برابر برخی از رفتارها یا اون اماره نفسانی خود را حفظ کنه. بله، بسیار عالی. خیلی استفاده کردیم. فکر میکنم فرصت داریم که یک میانبرنامه دیگه هم داشته باشیم و بعد ان شاءالله برگردیم با جای احمدی عزیز و اون به اصطلاح میخوایم راهکارهایی را که وجود داره برای اینکه واقعا ما بتونیم با این نفس مبارزه بکنیم و اون جهاد واقعی را انجام بدیم چه خواهد بود. بینندگان عزیز با ما همراه باشین، بعد از یک میانبرنامه دیگر باز میگردیم و این بحث ان شاءالله بخش پایانیش تقدیمتون خواهیم کرد. تشکر و سپاس از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستین. باید خداوند متعال را شاکر و سپاسگزار باشیم از اینکه توفیق داده تا این ایام که دهه آخر ماه رجب باشه را درک بکنیم و انشاءالله از خداوند طلب بکنیم که توفیق حضور در ضیافت بزرگ خودش یعنی ماه مبارک رمضان را هم به ما عنایت بکنه. به هر حال چه بسا خیلی از افراد این توفیقشون گرفته بشه و قبل از ورود به این ماه عظیم و ضیافت بزرگ الهی نتوانن که زنده باشن و این ضیافت را درک بکنن، کما اینکه در روایات هست که عده‌ای از اموات غبطه می‌خورن و حسرت این را می‌خورن که ای کاش ما هم زنده بودیم و امسال این ضیافت را درک می‌کردیم. لازم است همین امروز باید بیشتر دعا بکنیم تا چون ماه رجب که مقدمه اول ماه رمضان بود رو به اتمام هست، میرسیم به مقدمه دوم ماه رمضان که ماه شریف شعبان باشه که ان شاء الله هرچه بیشتر باید این نفس را آماده کرد برای استفاده بیشتر و بهره‌وری بیشتر از ماه مبارک رمضان. در خدمت آقای احمدی هستیم و موضوع گفتگوی ما در بخش پایانی برنامه امروز در رابطه با این است که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه بتونیم واقعا در مبارزه و جهاد با نفس موفق و پیروز بشیم. ما جواب در خدمت شما هستیم. طبیعتاً برای شناخت راهکارها و عواملی که میتونه انسان توفیق بده به اصطلاح با استفاده از اونها موفق شوه در این مبارزه پیروز شوه زیاد است. بله. طبیعتا این فرصت خیلی وسیع تر از این مجالی که ما هستیم نیازمند هست و همین که یک کسی باشد که حقیقتا خودش اهل نفس باشد و بتونه اینها را بیان کنه. ما خود ما شخصا عاجز از این هستیم و کوچک. اما از باب اینکه اشاره ای بکنیم، شاید یکی از عواملی که علمای بزرگان اخلاق مطرح کردن، اگر برسیم انشاءالله همین را مطرح کنیم، شاید برای بینندگان عزیز مفید باشد. یکی از اون عوامل تفکر و اندیشیدن هست. بله. و روایتی که داریم تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه در حقیقت ناظر به همین بحثه. بله. این گونه تفکری که اون ارزش پیدا میکنه. درست. و شاید اولین عاملی که باعث میشه که انسان در این جهاد با نفس و مبارزه نفس که محصولش تزکیه نفس شود همین تفکر هست. درست. خدمت شما عرض کنیم که یک کسی که در بازار کار میکنه، از اینجا ما مثال بزنیم بیشتر با بینندگان عزیز صحبت بکنیم که یک کسی که در بازار کار میکنه، یک کسی که یک مغازه‌ای داره، یک دکانی داره که در اونجا کار میکنه، یک تاجر موفق همیشه روزانه اول روز یا آخر روز یک حساب کتاب با خود داره. امروز چه مقدار فروخته، چه مقدار سود کرده، احیانا خدای نکرده چه مقدار ضرر کرده. درسته.
و ما انسان‌ها هم در یک بازار هستیم. از امام هادی علیه السلام روایت نقل شده که می‌فرماید دنیا سوقون، دنیا بازار است، عده‌ای در این بازار سود می‌کنند و عده‌ای ضرر. چی کسانی حقیقتاً سود می‌کنه و چی کسانی ضرر؟ نیاز به محاسبه دارن، نیاز به فکر و تأمل داره که باید انسان فکر بکنه که بسنجه که ما امروز حقیقتاً چی از دست دادیم و چی به دست آوردیم. آیه قرآنی که می‌فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان‌ها رو شامل میشه. دقیقاً بله. و مفسرین زیلی بحث کردن که حالا اون خسران چیه؟ اگر ما چیزهای دیگر رو نادیده بگیریم، یکی از خسرانهایی که متوجه انسان هست اون سرمایه عمره. واقعا که ما چه بخوایم چه نخوایم، لحظه لحظه و ساعت و ساعتی که میگذره در حقیقت اون سرمایه عمر از دست میدیم. بله. در برابر این سرمایه‌ای که ما از دست میدیم چی به دست میاریم؟ خوبه که انسان تأمل بکنه. بله. خوبه که انسان فکر بکنه حالا امروزی که ما گذشت چی به دست آوردیم، چی از دست دادیم. در سایه غفلت از همین محاسبه که خیلی اون دوران بسیار ارزشمند جوانی را چی از دست میدن و متوجه هم نیستن. بله. کما این که انسان اونایی که زنده هستن اون حیات خود را حقیقتا اون سرمایه و اون نعمتی که خداوند داده تا زمانی که زنده است توجهی به این نعمت و این ارزش نداره. بله. و وقتی از دست داد میفهمه. پس خوبه که انسان اولین گام در مسیر خودسازی و در مسیر این که انسان مبارزه با نفس بکنه اینه که انسان تأمل بکنه. بله. انسان فکر بکنه که ما چی از دست دادیم و چی به دست آوردیم. بسیار عالی. لذا یک روایت بسیار زیبایی که از امام کاظم علیه السلام نقل شده که اون حضرت می‌فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فإن عمل حسنا استزاد الله و این عمل سیئا استغفر الله منه و تاب الی. میگه از شیعیان و پیروان و محبان ما نیست کسی مگر این که روزانه یک محاسبه ای داشته باشد، یک دقت و یک تأمل و یک فکر بکنن که امروز چی کار کردن. اگر کار نیک انجام دادند از خدا طلب کنه که خدا بیشترش بکنه. بله. اگر خدایی نکرده کار بعدی از او سر زده، خلاف سر زده، باید توبه کنه برگرده. مگر یک تاجر و یک بازاری که در بازار و دکان که خود کار میکنه حقیقتا وقتی محاسبه میکنه چی کار میکنه؟ بله. همین سود و زیان رو همین سود و زیان محاسبه میکنه. او جنسی که برایش سود داره استفاده را طبیعتا بیشتر در او بخش سرمایه گذاری میکنه. در او سود جنسی یا در او کالایی که بخوای بفروشه و ضرر بکنه کدام عاقل دوباره سرمایه گذاری میکنه که بیشتر ضرر بکنه؟ پس اولین قدم و اولین گامی که ما میتونیم در این مسیر برداریم همینه که ما یک لحظه برای شب و روز خود اختصاص بدیم، یک مدت زمانی، حالا ولو یک چند دقیقه ای که انسان خدا توفیق داد یک نماز خوان، بعد نماز دعای مناجات کرد، با خود بسنجه امروز ما چی کار کردیم برای خدا و برای خود شخصا که برای سعادت و رستگاری ما و اون فلاح ما مسمر سمر باشد و خدایی نکرده چی کارهایی که باعث فاصله گرفتن ما شده. وقتی انسان یک چنین محاسبه ای داشته باشد، یک چنین تأمل و تفکری داشته باشد، به نظر ما اون قدم اول در این مسیر برداشته و خودش زمینه ای میشه برای گام های بعدی و قدم های بعدی. بله. بحث محاسبه نفس که من فکر میکنم مثلا ما میتونیم با توجه به اهمیت این موضوع یک روز مختصن در رابطه با بحث محاسبه نفس صحبت بکنیم، با توجه به اینکه همونطور که حضرت عالی فرمودین از عمدترین راهکارهای تربیت نفس و اینکه بتونیم امرای این نفس مبارزه بکنیم این است که انسان اهل محاسبه و مراقبه نفس باشه. و خب راهکارهای این محاسبه و مراقبه رو ان شاء الله در یک برنامه بهتر مفصل از حضرت عالی بشنویم که فکر می‌کنم خیلی ضرورت داره. خب فرصتی داریم انسان جا که اشاره به راهکارهای دیگری هم بفرمایید. خب در کنار این که انسان طبیعتاً تأمل و تفکر بکنه، بله، خب نکته دومی که باز هست این انجام اون وظایف هست. درست.
یعنی اول انسان یک تعاملی بکنه، تفکری بکنه. دوم خب طبیعتاً وظیفه شناسی خودش در بحث بعدی بسیار اهمیت پیدا میکنه. خب من امروز وظیفه‌ام چی بوده؟ دقیقاً اون وظایف خود انجام دادیم یا نه؟ چی وظایف متوجه ما بوده که باید انجام بدیم؟ چون غفلت از خود وظیفه بعضی وقتا باعث این میشه که انسان دور شوه. درست. توجهی به وظیفه و این که انسان اون وظایفی که در پیشگاه خدا داره او رو با خوبی انجام بده، خود به خود انسان به این سمت کشانده میشه. این فرصت ایجاد میشه که در حقیقت اون مسیری که عقل هموار میکنه برای نفس که به سوی سعادت حرکت کنه، این بیشتر هموار میشه، این فراهم میشه. کسی که به عبادت و بندگی در پیشگاه خدا به عنوان یک وظیفه اون واجباتش رو باید انجام بده و از محرمات ترک بکنه، خب طبیعتاً مسیر رو هموار کرده. پس ما علاوه بر این که باید تعملی بکنیم، فکر بکنیم، این در حقیقت این یک بخش را اختصاص بدیم برای این حسابرسی و حسابگری. خب در کنارش ما باید تعامل بکنیم واقعا حسابگری از چه چیزی. بله. پس این یک چیز رو ما مورد سنجش قرار بدیم در اینجا، در این ترازو به اصطلاح. بله. یک چیزی باید بگذاریم که بعد او سنجیده شوه. بله، یعنی معیار برای سنجش، یک معیاری که برای هست. خب اینجا اول چیزی که میشه خب همین وظایف ما که در قالب اعمال از ما سر زده. درسته. چه مقدارش درست بوده؟ امروز ما حرفایی که زدیم چه مقدار حرفات درست بود، چه مقدار نادرست بود، چه مقدارش وظیفه بود باید میگفتیم، چه مقدارش اضافی بود. بله بله. چه مقدار فایده داشت، چه مقدار بیفایده بود و چه مقدارش هم چه هست احیانا به ضرر بود. همونطور است آخر. بله. یک کاسب گفتم که تمام اینا رو برای خود محاسبه میکنه برای اینکه جلوی خسران و ضرر رو بگیره. بله. خب ما هم پس باید یک حالتی داشته باشیم و در این ترازوی سنجش یک چیز را بگذاریم و اولین چیز به نظر ما همون وظایف. ما چی مقدار امروز تانستم وظایف دینی و الهی که به عهده ما گذاشته انجام بدیم؟ اگر این انجام داده باشیم، درست انجام داده باشیم، طبیعتاً میرسیم به مراحل بعدترش. بله بسیار عالی. فقط چون فرصت کم از ظاهرن، فقط یک نکته از حضرت عالی سوال بکنیم. بله، مثل این که دیگه فرصت برای مطرح سوال جدید نیست، چون باید فرصتی باشه که به پاسخش بپردازیم. حالا بحث جهاد با نفس و کلا موضوع مربوط به نفس انشاءالله تلاش میکنیم ادامه بدیم، به خصوص بحث مراقبت و محاسبه نفس که از حضرت مطرح فرمودین و انشاءالله در برنامه‌های بعدی باید پیرامونش بیشتر صحبت بکنیم. آقای احمدی از محضر شما مرخص میشیم. ما اصلا تشکری میکنیم از حضرت عالی که قبول زحمت کرده. بینندگان عزیز از همراهیتان سیمانا تشکر میکنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای همه شما آرزوی توفیقات مزید در راستای شناخت نفس و مبارزه با این نفس داریم. در پناه خداوند متعال باشین. خدا حافظ و نگهدارتان.